بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما أحاط به علمك. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر، واجعلنا من خير أنصاره وأعوانه. اللهم لعن الجبت والطاغوت، اللهم لعن أبا الشرور وأتباعه. بینندگان عزیز شبکه جهانی امام حسین علیه السلام، سلام علیکم، وقت شما بخیر. الحمدلله رب العالمین. امروز هم خدا رو شکر توفیق پیدا شد که در خدمت شما باشیم از استدیوی بین الحرمین شبکه جهانی امام حسین علیه السلام در شهر مقدس کربلا و در همجواری با حرم مطهر آقا سید الشهدا سلام الله علیه با برنامه سلام کربلا به صورت زنده و مستقیم. به رسم روزهای سه‌شنبه امروز هم خدا رو شکر این توفیق رو داریم با مبحث نخبگان حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ محمد تقی زاکری در خدمت شما بزرگواران باشیم. بریم اول تصاویری رو از حرم مطهر آقا سید الشهدا سلام الله علیه با هم ببینیم و مستقیم بعدش پخش صحبت‌های حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ محمد تقی زاکری. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از
ضوابط مهمی که خداوند در جهان خلقت قرار داده اینه که جهان خلقت رو یک مدرسه قرار داده، مدرسه‌ای که انسان‌ها در اون میان و همه چیز یاد می‌گیرن. این یکی از نعمت‌های خداست. می‌دونید که معلم یکی و دوتا نیست، عقل هم همینو حکم می‌کنه که معلم یکی و دوتا نباشه، برای اینکه دانش آموز بتونه از منابع مختلفی مطلب رو بگیره. ما در جامعه هم زندگی که می کنیم همین جوره، یعنی اینکه اگر فقط ما از یک سو به قضايا نگاه بکنیم، فقط به یک طرف نگاه بکنیم، فقط حرف را از دهان یک نفر بشنویم، از دیدگاه یک نفر فکر بکنیم، این غلطه که من به بچه هم بگم که فرزندان من با عقل من راه برید، با عقل من فکر بکنید. این غلطه. ما باید بچه هامون رو یاد بدیم اون چرا که قرآن کریم فرموده. قرآن کریم فرموده الذین یستمعون القول، مؤمن اون کسیه که نه تنها مؤمن، عاقل هم همینه، انسانهای خردمند همینن، نخبگان جامعه همینن، کسانی که میخوان مؤثر باشن و تحت تأثیر قرار بگیرن همینن، یعنی هر دو طرف قضیه رو داشته باشن. فقط تحت تأثیر قرار گرفتن صحیح نیست، باید هم انسان مؤثر باشه و هم تحت تأثیر قرار بگیره. پس بنابراین اگر بخواد انسان وجودش نافع باشه در یک جامعه‌ای، باید دیدگاه خودش رو از زوایای مختلف درست بکنه، یعنی در نتیجه مطالعات کتاب‌های مختلف، بینش‌های مختلف، آنچه را که به نظرش خوب آمد، عقل سلیم او به او گفت که این کار خوب است، این حرف زیباست، به اون عمل بکنه. روز قیامت هم با ما همین جور معامله میکنن، یعنی به ما میگن چرا این کار را کردی، میگیم مرجع تقلید ما به ما گفت اینجوری وضو بگیر. خیلی خوب، اگر این که مرجع تقلید ما نگفته بود و از ما سوال میکردن چرا اینجور وضو گرفته بودی، شما جوابی، ما یعنی من خودم رو بگم، جوابی نداریم بدیم، نمیتونیم بگیم من اینجوری دوست داشتم، چون خدا میفرماد که قانون برای تو گذاشتم، باید تبعیت از قانون بکنی. پس بنابراین ما برای این که در دنیا خوب زندگی بکنیم، عمل به تکلیف الهی هم داشته باشیم، لازمش اینه که ببینیم خداوند چه مدرسه هایی، چه کتاب های درسی و چه معلمینی برای من گذاشته است. اولین معلم پدر و مادره، دومین معلم مدرسه است، سومین معلم جامعه است، چهارمین معلم کتاب‌هایی است که ما می‌خونیم. اما یه معلمی هست که هیچ وقت نگفته من معلمم، اما خدا هم نفرموده که این معلم شماست به حسب آنچرا که من یادمه، ولی یک جوری سیستم رو قرار داده که ناخودآگاه معلم است اگر فکرمون رو به کار بندازیم. یعنی این که خداوند آفریده است، ما از خدا میتونیم چیزی یاد بگیریم در آفرینش. خدا میفرماد عبدی اطعنی، ای بنده من حرف منو گوش بده، اشکال نداره، این حرف من هر آنچه را که در قرآن کریم آمده گوش بدم، یا اهل کتابهای دیگر هر آنچه را که در کتابهاشون آمده گوش بدن، یا اینکه نه، خلقت خدا را هم که نگاه بکنیم میتونیم گوش بدیم و میتونیم یاد بگیریم. اینی که در روایات ما داره تفکر و ساعتن، فکر کردن یک ساعت بیش از 70 سال عبادت پیش خدا ارزش داره، بعضی روایات داره 70,000 سال عبادت، این یک تفکره در چیه؟ مثلا تفکر در، فرض بکنید که این که میز و مبل و دوربین و پایه و اینهاست، یقینا نیست، چون اینا هیچ کدوم
چیزی به ما نمیده. تنها چیزی که ما میتونیم ازش یاد بگیریم اینه که یک ضوابطی هست و یک درست کننده، آفریننده. اما تفکری که مطلوبه، تفکر در عظمت خداست، در خلقت خداست. ما برای این که پی ببریم خدای ما چقدر مهمه باید تفکر بکنیم، خلقت خدا را ببینیم تا بیشتر به خدا ایمان بیاریم. یه مثال بزنم. فروشگاه‌های بزرگ، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، خانه‌های مهم و محترم، خانه‌های بزرگ معمولاً از دوربین استفاده می‌کنند. قانون هم بهشون میگه که در بدو ورود یا اگر خانه است از باغچه خانه، از نزدیک خانه یک تابلوی بذار که اینجا با دوربین کنترل میشه. خب حالا اگر من دانستم، یا اینکه اگر بخوام خطا بکنم میگردم ببینم چه زاویه ای را دوربین نمیگیره که این خیلی دردسر داره، تا من بیام بگردم و پیدا بکنم عکس من صدها بار رفته توی دوربین و خبر داده به اون شخصی که صاحب منزل هست که یک کسی داره اینجا کنجکاش میکنه. حالا اگر این که من بدانم این دوربین ها خیلی دقیقه، اونایی که میخوان دزدی بکنن فرض بکنید کلاشون رو میارن جلو که چهره پیدا نباشه، اما حرکت دست و پا بعضی از این دوربین ها انقدر دقیقه که حتی کلا هم که بگذاری اون ملامح، مش میگن عربا، یعنی اون اسکلت صورت رو قشنگ نشون میده. حضرت سلیمان داشتن با اون فرش پرندشون، قالیچه پرنده، با ارتش خودشون جایی میرفتن، صدایی شنیدن که یک خانمی به یک خانم دیگری میگه سبحان الله چقدر آل داوود محترم شدن، چه قدرتی پیدا کردن. فورا دستور داد به اون قالیچه پرنده فرود بیا و آمد به این خانم گفت که تو چی گفتی الان؟ این خانم ترسید. عموما حکومت ها ترسناک میشن، چون نمیدونی شما اینی که الان سوال از من میکنه قصدش اینه که واقعا مرا تقدیر بکنه و بگه حرف خوبی زدی، یا اینکه میخواد بگه چرا این حرفو زدی ببره زندان. خیلی امروزه اینجوری شده، امروزه هر حرفی رو که میزنی به گوش سلطان که برسه در هر کشوری، کشورهای تقریبا کشورهای خاورمیانه، کشورهای عقب مونده، متاسفانه اینجوریه. حضرت سلیمان آمدن به این خانم گفتن تو چی گفتی؟ خیلی ترسید، با ترس و لرز گفت که من چیزی نگفتم، من گفتم سبحان الله. حضرت سلیمان اجازه نداد این تموم بکنه حرفش رو، فرمودن که این عبارت سبحان اللهی که تو میگی، یعنی سبحان الله یعنی خداوند منزه است، خداوند عظیم است، خداوند تواناست، خیلی معانی در این سبحان میاد و از اذکار مستحبم هست که انسان همیشه سبحان الله بگه، یعنی مقام خدا را خیلی بالاتر از تصورات بشر بگه و تصور هم بکنه. حضرت سلیمان فرمودن این سبحان اللهی که تو گفتی پیش خدا از تمام ملک آل داوود مهمتره. سبحان الله باوره، لفظ هست، باید ما بگیم، مستحبم هست بیانش، اما باوره، یعنی این که من باید بدانم خدا مهمتر است. اگر اینو دانستم در محضر خدا گناه نمی کنم. داره در بعضی روایات، حدیث قدسی داره که ای بنده من اگر میخوای گناه بکنی از مملکت من برو بیرون، اگه میخوای روزی بهتر از من گرت بیاد برو از مملکت من بیرون، چون وقتی که من حکیمم، دانا هستم، توانمند هستم، منافع شخصی ندارم، پس من بهتر تشخیص میدم که تو الان چی نیاز داری. یک لطیفه بگم. گفتن یک تاجری یک پولی داد به یکی از علما یا یکی از روحانیون یا یک شخصی که مورد اعتمادش بود، بهش گفت که این رو به فقرا بده. اون شخصی که قرار بود انجام بده این کار را پرسید
بر چه ضابطه ای، بر چه اساسی، چه نوع ضابطه ای میخوای بگذاری در این که من این پولو به فقرا بدم؟ اونجوری که من دلم میخواد، اونجوری که عقل حکم میکنه؟ چند جور مثال براش زد. یا اینکه اونجوری که خدا فرموده یا خدا انجام داده، اونم نفرموده، خدا انجام داده. خب این صاحب پول هرچی فکر کرد دید که یقینا از خدا حکیمتر و داناتر و فهمیده تر که یقینا وجود نداره، گفت اونجوری که خدا انجام داده تو انجام بده. خب این یک ضابطه شد. این کسی که میخواد این پول رو به فقرا برسونه، به یک نفر یک فلس داد. فلس یعنی حداقل واحد پول، حالا در ایران میگن ریال، در افغانستان نمیدونم چی میگن، به هر حال یک حداقل واحد پول که ارزش چندانی اصلا نداره، یعنی امروز 100 تاش هم فرض بکنید که باهاش یه قاقالیلی هم نمیدن. به یک کسی یه فلس داد، به یک کسی مشت کرد از این پولها داد بهش، به یه کسی نه تنها پول نداد، گوشش هم گرفت، یه پسگردنی هم بهش زد. صاحب پول خیلی تعجب کرد، گفت این چجور پول دادنیه؟ این چجور کمک کردنیه؟ گفت تو به من گفتی اونجوری که خدا انجام داده انجام بده. خدا به یه کسی خیلی داده بدون حساب، به یه کسی هیچی نداده، بهش گفته برو، به یک کسی حداقل پول داده، به یک کسی هم گوششو گرفته، یه پس گردنی هم بهش زده. خداوند رو اگر ما ازش یاد بگیریم با دقت و تأمل، خیلی مطالب به دست ما میاد. مثلا من حالا به عنوان مثال بیان میکنم، به برگ درخت نگاه بکنید، نه به خود درخت، برگ درخت. میبینید یک برگ سبز پررنگ شده و یک برگ سبز روشن شده. شاید 5 رنگ در این زمینه روشنی، درجات روشنی تا به درجه فرض بکنید سبز پررنگ، به پررنگی زیاد برسه. اینا مال چیه؟ اینا مال اونیست که اونی که زودتر باز شده این برگ، آفتاب بیشتر خورده، پررنگ تر شده. اونی که از همه کم رنگ تره تازه باز شده، تازه باز. پس از این میفهمیم اون کسی که قبل از ما آمده، حتی اگر 1 ساعت قبل از ما به دنیا آمده، ممکن است از انرژی خورشید بیشتر استفاده برده تا من، از هوا بیشتر استفاده برده تا من. پس اون احترام داره. چی میگیریم نتیجه؟ احترام بزرگتر. عقل میگه بزرگتر رو احترام بکن، عرف میگه بزرگتر رو احترام بکن، شرع میگه در روایات مختلف که بزرگتر رو احترام بکن. خب حالا از زاویه بزرگتری نگاه نمی کنیم، اشکال نداره. تجربه چی؟ همین بحث برگ به ما میگه اونی که تجربه بیشتر داره، با وضع محیط خودش بیشتر آشنا هست و ساختار فکری و بدنی خودش رو با این وضع محیط وفق داده، او تجربهش بیشتره. یعنی اینکه یک کسی زودتر از من وارد یک مملکتی شده، اسمش هرچی هست مهم نیست، من بعد از او وارد شدم. بازم بیام نزدیکتر، 2 نفر پشت سر همدیگه ایستادن توی نوبت تا اینکه مأمور مهر زدن ورود را که میخواد تو گذرنامه بزنه، این مأمور تو گذرنامه مهر دخولی بزنه که وارد شد به این مملکت یا وارد شد به این سرزمین. وقتی که میبینی اون جلویه 2 نفر جلوتر شما خیلی سریع زد، اونی که جلو شما هست بیشتر طول کشید. هنگامی که شما کارت تموم میشه، میای جلو، به اون اولیه که سوم جلوتر از شما، 2 تا جلوتر از شما بود، به اون میگی چی بود قضیه، خیلی تو زود رد شدی. به اینی که مقابل شما بوده بهش میگی تو چرا اینقدر لفتش داد، چی شده؟ پس به هر اندازه‌ای که تجربه به دست میاد یا دانش به دست میاد،
یا زودتر به دنیا آمده، اینا همش شاید ده ها مثال در این زمینه بتونیم بزنیم که این برگ به ما چه چیزهایی رو یاد میده. حالا میایم سر درخت. من باز مثال میزنم، فقط مثاله. این درخت اگر میوه داشت بیشتر سنگ بهش پرتاب میشه. در مثال عرب داره، گمانم میکنم روایتم باشه، الشجرة المثمرة تضرب بالحجر. اون درخت میوه داره که بهش سنگ پرتاب میکنن، اما اون درختی که میوه نداره بهش سنگ پرتاب نمیشه. پس اگر دیدید یه کسی توی جامعه دیگران دارن بهش بد و بیرا میگن، بررسی بکنید که این بد و بیراه مال چیه. شما لقلق زبان نباشه. گفتن، بازم لطیفه است، گفتن یه کسی دید یک روحانی رو دارن میزننش، اونم اومد زد. روحانیه بهش گفت که آقا اونی که منو زد طلبکار بود، تو چرا منو میزنی؟ گفت خیال کردم کودتا شده. ببینید، ما نباید با خیال خودمون بریم جلو، ما باید با عقل خودمون بریم جلو. اگر این که عقلمون رو به کار بندازیم میتونیم بفهمیم که این درخت هرچی بالا میره این شاخه ها رو پهن میکنه، سایبان میندازه، اونی که میوه داره و اونی که میوه نداره. یک درخت هایی هست که این ارتفاعش فقط هوا را تصفیه میکنه، لذا میبینید توی جنگل ها هوا سالم تره، درسته اکسیژن کمتر میشه. پس هر چیزی من میتونم یاد بگیرم از این خلقت خدا که هر چیزی فایده ای داره، من باید بگردم تا فایده او را پیدا بکنم. یه چیزهایی است که باید ما ازش یاد بگیریم، خلقت خداست. اگر دیدید یک روحانی حکومتی ها بهش بد و بیرا میگن، شما بهش بد و بیرا نگو، چون حکومتی ها دیدن این بیعت نمیکنه، لذا تهمتش میزنن. شیطان هم انقدر قویه که آمده یک سری معانی را در ذهن متدینا گذاشته، چون میخواد متدین را از مسیرش منحرف بکنه. یک کلمه هست به نام بهت، اگر ریشه یابی بکنیم و سرچ بکنیم میبینیم بعضی از حکومت ها از این کلمه استفاده میکنن. این کلمه در روایت آمده در مورد مخالفین شما، باهتوهم. این باهتوهم معانی مختلفی داره. اگر من فارسی زبان باشم بخوانیم معنا را بفهمم، یه جور میفهمم ازش. اگر عرب زبان باشم یه جور دیگه میفهمم. اگر متدین خدا پسندی باشم یه جور میفهمم. اگر بی لاابالی باشم و دین در برای من لقلق زبان باشه، یک جور میفهمم. حکومت ها از این استفاده کردن که یعنی متهمش بکن. پس اگر کسی با من نیست متهمش بکن به هر تهمتی. خیلی مهم نیست دیگه این تهمته چه کار، چی هست، چه کار میکنه، باز پیامدش چیه تا روز قیامت، چون تو تاریخ من ثبت میشه. فقط نسل امروز نیست که منو میبینه، اونی که تو خیابون با من زندگی میکنه و منو میشناسه فقط اون نیست، دیگری هم شنید، عکس منو یک کسی دیگه هم دید، برنامه منو یک کسی دیگه هم شنید. بعد من از دنیا میرم، بچه های من، نوه های من، نسل ها میچرخه و این تهمت ها همینجور میمانه، که بهش میگن ترور مجازی. آبروی یک شخصی را بردن با دروغ. یک وقت یک کسی خلاف کرده، خود نقل خلاف اشاعه فحشاست. فرض بکنید زاکری یک خلافی کرده، من به دیگران بگم که زاکری خلاف کرده، این پخش کردن عمل منافی اخلاق جامعه است. من یک کاری رو کردم، نمیدونستم کسی منو میبینه، حالا کسی منو دید، آیا میتونه نقل بکنه؟ خیر.
چه بسا که من اگر کاری کردم بعد بلا فاصله من توبه کردم. اون که علم غیب که نداره کسی، خود شما هم علم غیب نداری. دیدی مثلا من بر خیابان ایستادم به بستنی زبان میزنم، خب این به عرف جامعه برای من یک روحانی در شأن من نیست. بعضی از آقایون و قضات هم گفته بودن که ما این روحانی رو که وای بس این کارو بکنه، قانون به ما اجازه میده که اینو به زندان بندازیمش، که چرا نسبت به مقام روحانیت این اهانت شده. آیا هیچ خبر داری که این بعدن ملتفت شد و دیگه نکرد؟ آیا میدونی اون موقع این بستنیه داشت آب میشد رو لباسش میریخ، این میخواست جلو به این ریختن روی لباسش رو بگیره؟ این چیزها رو ما متوجه هستیم. پس اگر این که ما میخواییم یاد بگیریم و درس بگیریم، زوایای مختلف اون را با عقل خودمون باید بسنجیم که این زوایای مختلف چیه. لذا خیلی وقت ها شده یه کسی یه مقاله مینویسه ضد یک روحانی، ضد یک مرجع تقلید. بعد که بهش میگی تو مواد این مقاله، این نوشتار را از کجا به دست آوردی، میگه تو اینترنت من سرچ کردم اینا را پیدا کردم. بهش میگن آقا مگر تو نمیدونی سیستم های حکومتی دروغ پردازی میکنن، تهمت های مختلف میزنن از جمله همین بهتان. فکر میکنه میگه به ذهنم نیامده بود. حالا این باهتوهم یه معناش رو حکومتی ها گرفتن و اون تهمت زدن به مخالفه تا تو جامعه محبوب نشه، اما معنای حقیقیش اینه که در بحث و جدالی که با همدیگه دارید، در بحث عقلی و نقلی که با همدیگه میکنید، شما قدرت استدلالت بالاتر باشه تا بتونی اونو قانعش بکنی. این معنای شرعی باهتوهمه. خب حالا من معنای حکومتی رو بگیرم یا معنای شرعی رو بگیرم، این دیگه انتخابش با خود شماست که چی انتخاب میکنید. امیدوارم که شما چیز خوبی را انتخاب کرده باشید ان شاء الله. کمال تشکر رو داریم از حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ محمد تقی زاکری. حالا با مثال‌های زیباشون به خاطر اینکه سهل بشه و آسون بشه مطالبی رو که برای ما باز میکنن و شرحش رو میخوان بدن انشاءالله به راحتی دریافت کرده باشیم. باز هم امیدوارم هر جا هستن صحیح و سالم باشند و هر چه زودتر این بزرگوار رو در کربلای معلا ببینیم. خب امروز روز 15 ماه شوال هستش. چند اتفاق مهم در همچین روزی افتاده، از جمله غزوه احد که در اون غزوه حضرت حمزه سلام الله علیه عموی پیامبر گرامی اسلام در این غزوه به شهادت رسیدن و قاتل اون قطعا دیدید. من فقط به خود خیلی کم به عنوان اینکه اشاره ای کرده باشم، وحشی غلام هنده زن ابو سفیان و معروفه، باید خون تاریخ رو و خوشبختانه همه این موارد ثبت و ضبط شده که چه کاره بوده و
این موارد، این مسئله خیلی پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله رو اذیت کرد، فقدان عموی بزرگوارشون، عمویی که حقیقتا خیلی همه جا حامی پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله بودن. در همون سال و در همون غزوه رسیدن شمشیر ذوالفقار به دست مبارک آقا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و اون شعار لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار هم معروف شد و یکی از فضائل آقا امیر المؤمنین بر همگان مشخص شد. و اما در یک همچین روزی هم حضرت عبدالعظیم حسنی سلام الله علیه ساروز وفاتشون هست، آقا و بزرگواری که 5 امام یا 4 امام رو، حالا اشتباه از من هستش، درک کردن و امام معصوم در ارتباط با این بزرگوار فرمودن اون موقعی که نمیتونه فرد به زیارت آقا سید الشهدا سلام الله علیه به خاطر مسائلی، حالا محدودیت هایی که داره یا هر اون چه که هست، به زیارت آقا سید الشهدا به کربلا مشرف بشه، زیارت کنه آقا عبدالعظیم حسنی علیه السلام رو در ری، مثل اینه که آقا امام حسین علیه السلام رو در کربلا زیارت کرده باشه. عرض تسلیت داریم اول از همه خدمت آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و شما عزیزان امام حسینی در جای جای این کره خاکی، مخصوصا شما بزرگوارانی که دوست دارید ظاهر آقا سید الشهدا سلام الله علیه از نزدیک باشید ولی امکانش رو ندارید، براتون امکانش این هست با طی کردن مسافتی ولو طولانی ولی امکانش رو دارید به زیارت حضرت عبدالعظیم حسنی مشرف بشید. این دو واقعه رو هم شهادت حضرت حمزه سید و شهدا سلام الله علیه و هم وفات آقا عبدالعظیم حسنی، ولی وقت اون رسیده که انشاءالله صدای شما به کربلای معلا برسه، گرچه وقتمون محدوده. اجازه بدید بنده به نیابت از شما دست ادب به سینه بگذارم، رو به حرم مطهر آقا سید و شهدا عرض سلام و عرض حاجت داشته باشیم با هم دیگه و انشاءالله بعد از اون صدای شما هم به کربلا برسه. توی زیارت هاتون، توی دعاهاتون، هر اون چه که مد نظر خودتون هست برای دیگران هم بخواهید، بهترین، نافع ترین و انشاءالله انشاءالله اون چی که هممون رو به رستگاری برسونه. دعا برای سلامتی آقا امام زمان و فرج این امام بزرگوار هست که هممون سر سفره پرخیر و برکت ایشون متنعم هستیم، حضور فیزیکیشون رو هم انشاءالله با چشمان خودمون درک بکنیم. آماده اید؟ هر که دارد هوس کرب و بلا، بسم الله. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم. صل الله عليك يا مولاي يا ابا عبد الله، السلام عليك وعلى جدك وابيك، السلام عليك وعلى امك واخيك، السلام عليك وعلى الأئمة من بنيك، خصوصا الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك،
عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا مولاي يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين. السلام عليك وعلى أمك أم البنين، وعلى إخوانك وأخواتك، وعلى أطفال الحسين المظلومين. يا كاشف الكرب عن وجه الحسين، اكشف كروبنا بحق أخيك الحسين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم ارزقنا حرم آرزوم کربلا برم، آرزوم کربلا برم، آرزوم کربلا نکنه. میخوای بگی که برات نوکر نمیشم، نکنه میخوای بگی که. زیارت هاتون قبول باشه بزرگواران، امیدوارم هر چه زودتر خودتون مشرف بشید و از نزدیک زائر امام حسین علیه السلام باشید. شماره تماس برنامه بازه 2-0-964-771-6167 در اختیار شما هست که هم خودتون هم به عزیزانتون هدیه بدید، اونها هم همانند شما که دلهاتون کربلایی هست بتونن به راحتی تماس بگیرن انشاءالله و صداشون به کربلای معلا برسه. ما هم به شما التماس دعا داریم، کما اینکه در کربلا داغو و نایب زیارتون هستیم. اولین تماس رو دریافت بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله، به کربلا خوش اومدید. آقا توی صحن و سرا روزتون بخیر. وقت شما به خیر. بفرمایید زیارت آقا امام حسین علیه السلام. خیلی ممنون. خواهش. سلام علی یا ابا عبدالله و علی الارواح التي هلت به الهی، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت، و بقی الليل و النهار، ولا جعل الله آخر وعلى أصحاب الحسين سلام عليك يا أبا الفضل العباس، سلام عليك يا بيبي زينب الكبرى، السلام عليك يا بيبي رقيه نازنين. يا آقا امام حسين خودت مشکلات همه رو رفع کن از منم همچنین. يا آقا امام حسين فرج آقا صاحب الاصر و الزمان، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج. التماس دعا حاج آقا. خیلی ممنون از برنامه خوبتون. خواهش میکنم، حاجت روا باشید. خدا نگهدار شما و همه موالیان آقا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام در هر کجای این کره خاکی که هستند. تماس بعد رو دریافت بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم و آقای من خلف ساد. به کربلا خوش اومدید. با اجازه میخوام سلام. خواهش میکنم بفرمایید. با اجازه میخوام سلام. بفرمایید سلام بدید حاجی جان. بدم کربلا. بسم الله الرحمن الرحیم.
به نیابت پدر مادر خوار بر برادر قام یا الله یا ابا عبدالله یا ابا الفضل العباس سلام و علی بسم الله رحمت الله السلام یا موسى بن جعفر صلی الله علیه یا قبل ایمه صلی الله علیه یا امام الهادی النقی صلی الله علیه یا منصر العسکری صلی الله علیه یا صاحب الزمان یا شهید القرآن یا قاتل القرآن یا امام سجان اجل الله الهی که به حق محمد و به حق علی و تلالا و به حق فاطمه سجان جمعیم حق با اجازه گوشیست نخط انصر سلام بید خواهش میکنم گوشی رو بدید خواهرمون هم عرض سلام داشته باشه سلام علیکم آقای مخلف زادن و علیکم السلام سلام به سلام به همکاران شما بفرمایید زیارت بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم از راه دور قلب نزدیک زیارت نمام عبدالله الحسین علیه السلام و نیابت پدر مادر بچه هم واریز به واریز بد واریز برادران بچه های برادران بجان نیابت زیارت نم قربت الله السلام علیه ای که یا ابو قاسم از راه دور قلب نزدیک زیارت نو عبدالله الحسین علیه السلام قربتنا السلام علیک یا مولا یا ابو عبدالله السلام علیک یا مولا یا ابو عبدالله السلام علیک یا مولا یا ابو عبدالله السلام علیک یا ابو عبدالله السلام علیک ابن رسول الله السلام علیک یا خیرت الله و خیرتی السلام علیک حضرت خدیجه الکبرى سلام الله علیها السلام علیک ابن امیر المؤمنین و سید زهرا سید ام سالمین السلام علیک یا سار الله و ابن ساره و الوترت الموتور السلام علیک یا قمر منیر بن هاشم و بالفضل مقاس علم داری کردن السلام علیک یا سقای کردن السلام علیک یا نبتشتگانی کردن السلام علیک یا ما آهی بن هاشم یا قمر سید بکبر و بنت امیر المومنین السلام علیک یا علی اکبر حسین السلام علیک یا حضرت قاسم حسین مشتبه السلام علیک یا علی صالح حسین السلام علیک یا امام حسین مشتبه یا کریم اهل بیت السلام علیک یا امام زین العابدین السلام علیک یا محمد باقر السلام علیک یا امام جعفر صادق السلام علیک یا آل الارض روح الله في حال بثنائه على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذي بذلوا مهجهم دون الحسين قوشي أقوي من خلف زادة زندادة شم سلام بذل ممنون تشكر خواهش مخلف قوشي التماس دا أقوي من خلف زادة یا علی مدد خدا نگهدار شما باشد علیکم السلام خواهرم ببخشی آقا دستتون درد نکنه زحمت کشیدی شده که عجلتون بار نبوسه و همچنین بفرمایید سلام بدید السلام علیکی آبا عبدالله السلام علیکی آبا عبدالله السلام علیکی آبا عبدالله السلام علیکی آبا عبدالله الحسین و الارواح اللتی حلت بنائی علیکم منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر الاحد منی لزیارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غمر بن هاشم السلام عليك يا حضرت فاطمة الزهراء السلام يا حضرت أم البنين السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته اللهم اللهم عجل لوليك الفرج يا امام حسين السلام عليك يا ابا عبدالله ابنك برم يا حسين مظلوم حسين شهيد كربلا جميع مسلمانان
آقای مخلف زاده ببخشید دستتون درد نکنه، خیلی ممنون. قبول باشه زیارتتون یا علی مدد. آقای متازه فوت کرده، تو رو خدا همین دیوز دفنش کردیم، تو رو التماس دعا داریم. خدا انشالله به شما صبر و سلامتی بده و ایشون هم سر سفره اهل بیت مهمان باشن. تو خدا دعا کن انشالله. اسمش حسین محمده، حسین علیه. چشم. خواهش میکنم انشاءالله انجام وظیفه میکنم. یا علی مدد، خدا نگهدارتون باشه. و اما تماس بعد رو دریافت بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صلی الله علیک یا مولای ابا عبدالله، صلی الله علیک یا مولای ابا عبدالله، السلام علیکم ورحمت الله، السلام علیکم ابن المؤمنین سید الوکیل، السلام علیکم ابن فاطمة الزهراء سیدة نساء العالمین، السلام علیکم ابن خدیجة الکبرى ام المؤمنین، السلام علیک یا ابا عبدالله وعلى الارواح التي لذ فنائي كريتني من سلام الله يا بدن ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا اظهر ولا واخر ناحل كل زيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا أبو الفضل الحباب، السلام عليك يا قمر الأشيدة، السلام عليك يا كثير زينب، السلام عليك يا أيها العبد الصالح المطيع لله ورسوله والأمير المؤمنين والحسن والحسين. الحمد لله رب العالمين. تونستن این خواهرمون سلام بدن ولی متاسفانه تماسشون قطع شد. تماس بعد رو دریافت بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. وقت شما به خیر. به کربلا خوش اومدید، بفرمایید زیارت. السلام علیکم و سلام علیکم. الهی آمین. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج. قبول باشه زیارتتون، انشاءالله حاجت روا باشید و هرچه زودتر از نزدیک زائر امام حسین علیه السلام همانند زائرینی که الان کنار ذریح مطهر آقا ابوالفضل و العباس میبینید همه شما بینندگان نصیب و قسمتتون بشه. ممنونیم از تماستون. و اما تماس بعد. سلام علیکم و رحمت الله. زائر محترم، تماس شما برقرار هست. سلام علیکم. ظاهرا تماسشون کانکت نمیشه. بله سلام. و علیکم السلام. به کربلا خوش اومدید، بفرمایید زیارت. سلامت باشی آجی آقا. یا الله، لطف کنین صدای تلویزیونتون رو تا آخر ببندید. از طریق تلفن خدمت آقا سید و شهدا عرض سلام داشته باشید. خب ظاهرا این بزرگوار اینترنتشون مشکل داره. لطف کنید جناب کارگردان تماس بعدی رو عنایت کنید. سلام علیکم. الو سلام.
در بین روزه بود به کربلا خواستم زیارت کنم. بفرمایید زیارت. سلام آقای خلاصاده، چطوری؟ خوبی؟ داغوی شما هستیم. خواستم سلام بدم آقا. بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على فاطمه و ابوها و بعلها و بنوها، سر المستودع فيها بعدد ما احاط به علمك. السلام عليك يا ابا عبد الله و على الارواح التي عليك مني سلام الله ابدا ما بكيت و بكي الليل و النهار على جد. خب تماس این عزیز هم متاسفانه قطع شد، نمیدونم از کجا تماس میگیرن ولی ظاهرا اینترنت هاشون خیلی محدوده بعضی از عزیزان تماس گیرنده. تماس بعد رو دریافت بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. زائر محترم صدای بنده رو دارید؟ بله. سلام آقای میرزاده بزرگوار. علیکم السلام. سلام خدای محترم شبکه امام حسین علیه السلام، انشاءالله که مجموع باشید. و همچنین بفرمایید زیارت. السلام علی حسین و علی علی ابن حسین و علی اولاد حسین و علی اصحاب حسین و علی اخت حسین زینب الکبرا. آقا جان هفته آینده عمری باقی باشه، میخوام برم به کابوس خانم فاطمه معصومه سلام الله و شاه عبدالعظیم حسنی علیه السلام. انشاءالله که با دعاتون آقای میخرمزاده بزرگوار قبل از رسیدن حاجت و حاجتمندان، درد دردمندان، قرض قرضداران و حاجت فاطمه سادات و هادی به زودی حل بشه انشاءالله. با دعای خیر شما. الهی آمین. اللهم اجعل لنا فرج، اللهم اجعل لنا فرج، خدا نگهدار. یا علی مدد، خدا نگهدار شما، انشاءالله حاجت روا باشید همگیتون. الحمدلله رب العالمین. گرچه فرصتمون خیلی کوتاه بود ولی تونستیم حداقل چندین نفر رو زیارت بدیم و امیدواریم انشاءالله هم میشه صحیح و سالم باشید. عرض کردم امام معصوم آقا امام هادی فرمودن کسی که واقعا نمیتونه به زیارت آقا سید الشهدا سلام الله علیه بیاد کربلا، خیلی راحت انشاءالله زائر آقا عبدالعظیم حسنی در ری باشه، مثل اینه که زائر آقا سید الشهدا است. انشاءالله صحیح و سالم باشید، زنده باشید و باشیم با ذکر شریف اللهم عجل لولیک الفرج. شما رو به خدای بزرگ میسپاریم، زنده باشید و باشیم تا یه برنامه دیگه از برنامه های سلام کربلا. یا علی جز به گریه کنان آقا اسممو به